LG G5 with modular design. The first phone built for fun. پدرخوانده. آلفرد و جیمز زاده 25 آوریل 1940 بازیگر و کارگردان امریکایی است. وی بیشتر برای شیوه بازیگری سبک متد، پرشور و برونگرای خود و با بازی در سگانه پدرخوانده و فیلم‌های بعد از ظهر سگی، بوی خوش زن و صورت زخمی شناخته می‌شود. او تا به حال 8 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. پاچینو در سال 1992 با بازی در نقش سرهنگ فرای اسلید در فیلم بوی خوش زن توانست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را به دست آورد. لقب پاچینو سلطان است و او را شاهکار بازیگری در تمام ادوار تاریخ سینمای جهان می دانند. پاچینو در سال 1969 و با بازی در فیلم ناتالی و من توانست خود را به عنوان یک بازیگر قدرتمند معرفی کند. اما بازی وی در مجموعه فیلم‌های 3 قسمتی پدرخوانده نام وی را در لیست برترین ها قرار داد. آل پاچینو به خاطر بازی در پدرخوانده برای اولین بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. او همچنین به خاطر بازی در فیلم‌های سرپیکو، بعد از ظهر سگی، پدرخوانده قسمت دوم و عدالت برای همه نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و همچنین به خاطر بازی در گلنگری گلن رایس و دیک تریسی نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. در ضمن پاچینو 2 بار برنده جایزه امی برای سریال های تو جک را نمیشناسی و فرشتگان در امریکا شده است. جایزه امی جایزه اسکار تلویزیونی است. آل پاچینو متولد شهر نیویورک شرق هارلم است. پدرش سالواتوره کارمند شرکت بیمه از نسل ایتالیایی امریکایی بود و مادرش روز نام داشت. پدر بزرگ و مادر بزرگ او در اصل سیسیل بودند. زمانی که پاچینو 2 سال بیشتر نداشت، پدر مادرش از هم جدا شدند. مادرش به باغ وحش برانکس نقل مکان کرد تا با والدینش زندگی کند و پدرش نیز به کالیفرنیا رفته و به عنوان فروشنده بیمه و رستوراندار فعالیت می کند. وی در دوران جوانی و در حالی که بیش از 22 سال از زندگیش نمی گذشت، مادرش را از دست داد. پاچینو پیش از مرگ مادرش زندگی چندان لذت بخشی را پشت سر نگذاشته بود و چون والدینش خیلی زود از هم جدا شده بودند، مجبور شد به همراه مادرش به خانه پدر بزرگش نقل مکان کرده و زندگی کند. در زمانی که آل پاچینو 10 ساله بود، بین دوستانش مشهور به سانی بود و خیلی دوست داشت که بازیکن بیسبال شود. دوستانش وی را بازیگر نیز خطاب می کردند. در دوران مدرسه زیاد فعال نبوده و خیلی از کلاس‌هایش به جز کلاس انگلیسی شرکت نمی‌کرد و نهایتاً نیز در سن 17 سالگی ترک تحصیل کرد. مادرش با تصمیم ترک تحصیلش مخالف بود که به همین دلیل با هم بحث شدیدی کرده و در آخر آل پاچینو از خانه فرار می‌کند.
در این دوره بود که وی برای کسب درآمد شروع به انجام کارهایی مانند پیغام رسانی و یا نیروی خدماتی و نظافتی می کند. آل پاچینو از سن 9 سالگی رو به کشیدن سیگار آورد و ماریجوانای معمولی مصرف می کرد، اما هیچ وقت مواد مخدر سنگین مصرف نکرد. در نوجوانی شروع به بازیگری در نمایش‌های زیرزمینی کرد، ولی با پذیرش وی در اکتورز استدیو مخالفت شد. پاچینو برای اولین بار بعد از 4 سال در HB استدیو تست داده بود. سپس وی به استدیوی دیگری برای نمایش پیوست که در آنجا با معلم بازیگری به نام چارلی لایتون آشنا می شود که بعدها این دو دوستان نزدیک هم می شوند. بازیگری. ورود او به عرصه بازیگری را باید سال 1969 دانست. در همین سال در نمایش خیزش‌های برای صلح نقش مقابل ایر جونز بازیگر مطرح آن زمان تئاتر را بر عهده گرفت. پاچینو با قد کوتاه و صدای گرمش درخشید. او 3 سال در اکتورز استدیو که پیش از این افتخار تربیت بازیگران بزرگی مثل مونت کومری کلیف، مارلون براندو، مرلین مونرو و جیمز دین را داشت، در راه عشقش تحصیل کرد و پاچینو هم در اکتورز استدیو شکوفا شد. جایزه تونی معتبرترین جایزه تئاتر بود. او در همین ابتدا برنده جایزه تونی بهترین بازیگر نقش مکمل شد. پاچینو در این سال در فیلم ناتالی و من بازی کرد و 2 سال پس از آن نیز ایفای نقشی در وحشت در نیدل پارک را پذیرفت و در نقش یک معتاد به هروئین ظاهر شد. اما بازی در این دو فیلم هرگز او را راضی نکرد، تا اینکه فرانسیس فورد کاپولا تصمیم به ساخت یکی از شاهکارهای تاریخ سینما یعنی فیلم پدرخوانده گرفت و نقش مایکل کورلئونه به او واگذار شد. در ابتدا کاپولا جک نیکلسون را برای ایفای نقش در پدرخوانده انتخاب کرد، اما نیکلسون این پیشنهاد را رد کرد، چرا که به گفته خودش نقش یک ایتالیایی را باید یک ایتالیایی بازی کند و با این کار ناخواسته بزرگترین شانس زندگی پاچینو را به او بخشید. پاچینو برای این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد که به آن نرسید. پاچینو در سال 1973 در فیلم‌های مترسک و سرپیکو بازی کرد. در فیلم مترسک ساخته جری شاسبرگ، وی در کنار بازیگر برجسته سینما جین هاکمن نقش آدمی سرگشته را ایفا نمود. این فیلم علی‌رغم بردن نقل طلایی کن در امریکا با نقدهای مثبتی مواجه نشد، اما بیشک مهمترین دستاورد پاچینو در این سال حضور در فیلم سرپیکو در نقش فرانک سرپیکو ساخته سیدنی لومت بود که وی توانست در این فیلم جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد و نامزدی جایزه اسکار را از آن خود کند تا جایگاه خود را به خوبی در سینما تثبیت کند. بازی آل پاچینو در پدرخوانده دو چنان تحسین برانگیز بود که مجله نیوزویک شخصیت مایکل کورلئونه را به عنوان بزرگترین نقش آفرینی یک بازیگر به نقش یک شخصیت سنگدل در تاریخ سینما عنوان کرد و بنیاد فیلم امریکا نیز در سال 2003 این نقش را به عنوان 11 شخصیت ویلیان تاریخ سینما انتخاب کرد. پاچینو در همان سال بار دیگر نامزد دریافت جایزه اسکار شد، اما باز هم این جایزه نصیبش نشد، اما در جشنواره ها و رسانه های دیگر مورد تحسین قرار گرفت. اما منتقدان جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد را به سبب بازی در سرپیکو به وی اهدا کردند. فیلم های بعد از ظهر سگی در سال 1975، بابی دیرفیلد 1977 و عدالت برای همه 1979 از کارهای مورد تحسین و توجه او در این دهه بودند.
پاچینو برای بازی در همه این فیلم ها نامزد اسکار شد ولی بدان دست نیافت. او در این مورد میگوید: من برای اسکار بازی نمی کنم چون بازیگری عشق من است، عشقی که هرگز نمی توانم رهایش کنم. زندگی شخصی پاچینو تا کنون ازدواج نکرده است، اما سه فرزند به او منصوب است که یکی از آنها دختری به نام جولی ماریاس متولد 1988 که در پی یک رابطه چندین ساله اش با مربی بازیگری آموزشگاه لی استراسبرگ جن ترنت به دنیا آمد، و دو فرزند دیگر دو قلوهایی با نامهای آنتون و اولویا هستند متولد 2001 که آنها نیز ثمره رابطه ناموفقش با بیورلی دی آنجلو بودند. آل پاچینو همچنین از طرفداران شکسپیر بوده و نمایشی با نام در جستجوی ریچارد را که شکسپیر نوشته کارگردانی کرده است. پاچینو میگوید مایکل کورلئونه در فیلم پدرخوانده مشکل ترین نقشی بود که بازی کرده ام. من او را به عنوان یک گنگستر نمی دیدم. احساس می کردم قدرت او در یک کیفیت معماگونه نهفته بود. متاسفانه استدیو نمی توانست این مسئله را در ابتدا ببیند و در صدد بودند که من را اخراج کنند و هیچ فرد دیگری به جز فرانسیس فورد کاپولا من را برای این نقش نمی خواست.